انتشارات صدرا تقدیم می کند. سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان عدل الهی شماره 4. نه حساسیت به این معنا، یعنی در مقابل زیبایی ها و خوبی ها کرخ، در مقابل مصیبت ها و سختی ها حساس. خب یه همچه آدمی باید هم خودکشی بکند، و چه بهتر که خودکشی بکند. اون ننگ این دنیاست، یه همچه موجود ننگ این دنیاست. پس ببینید به قول جان جاک روسو، شما اگر بچه‌تو رو میخواید تربیت کنید، اگر میخواید بچه‌تو رو جور تربیت کنید که در همین دنیا لذت ببرد از این جهان، اگر میخواید زیبایی های جهان رو درک بکند، اگر میخواید معنی حیات رو درک بکند، همین است. من بعضی آدم ها میشناختم و شبه میشناسم، و من در یه وقت با یه نفری که برخورد کردم واقعا برای من درس آموزنده بود. یه آدمی بود که من خیال میکردم به این که این از خوشبخت‌ترین مردم دنیاست، برای این که از نظر وسائل حیات، وسائل بابا اگه خوشبختی را این مردم مادی کردیم، وسائل حیات بیشتر نمیدونن. از نظر وسائل حیات دیگه وسیله‌ای در این دنیا نیست الا اینکه برای اون فراهم بود. البته به نسبت میگم دیگه، حالا اون یه خود مبالغه است این تعبیر. یعنی حد اکثری که مثلا در اجتماع ایرانی برای یه آدم مرفه باید وسیله فراهم باشه، از مقام یکی از مقامات عالی مملکت داره. از نظر پول و ثروت هر چه دلش بخواد، از نظر شهرت و حتی تقریبا محبوبیت بازم داره توی مردم کمون بیش، همه چیز براش هست. یه وقت دیدم که صحبت فرزند داشتن حرفا، گفت من مخالفم با فرزند داشتن. گفتم چرا مخالف هستید؟ گفت من خودم که این دنیا آمدم دیگه کافی نیست این همه رنج دارم میکشم که بچم هم رنج بکشم. اون وقت فهمیدم راست میگه، راست میگه. این در دامن این همه نعمت جز رنج چیزی نمیکشد. معمولا همین کسانی که به اصطلاح خیال خودشون تمام رنجها را از خودشون دور کردن، از همه مردم در این دنیا بیشتر رنج میکشن و رنج میبرن. پس بنابراین مصائب و بلایا از نعمتهای پروردگار است، جزء نعمتهاست. البته نعمت به همین معنا که عرض کردم، نعمت است به معنی این که شما از او چجور استفاده بکنید. قهریست در صورت لطف، گاهی لطفیست در صورت قهر، اینجا لطفیست در صورت قهر. به نظر انسان میاد خدا قهر کرده است، ولی اون لطف پروردگار است که به این صورت فرستاده است. بسیار خوب، این عرض ما هم امشب به پایان رسید. فردا شب انشاءالله که صحبتهای بنده دیگه فردا شب به پایان میرسد، در نظر گرفته هم راجع به مسئله عقوبات آخرت بحث بکنم، چون این سوال برای افرادی مطرح است، میگن آقا این همه عقوبات شدید در عالم آخرت برای چی؟ آیا این منافی با عدل پروردگار نیست؟ عقوبت باید تناسب داشته باشه با میزان جرم، مجازات و جرم باید تناسبی داشته باشن. این همه عقوبت‌های شدیدی که در آخرت هست با این جرمهایی که بشر در دنیا مرتکب می شود آیا تناسبی دارد یا تناسبی ندارد؟ بعد راجع به این انشاءالله فردا شب صحبت می کنم. خدایا تو را قسم می دهیم به حقیقت اولیاء خودت، ما را به حقایق اسلام آشنا بفرما. خدایا به ما سینه درد آشنا به ما بده. خدایا ما را با این که غرق در نعمت بکنی که در نتیجه از تو غافل بشیم، ما را مگیر. خدایا به هر حال چه در حال نعمت و چه در حال گرفتاری، ما را متوجه وظیفه خودمون قرار بده. حاجات مشروعه همه ما را برآور. خیر دنیا و آخرت به همه کرامت کن. اموات همه ما ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحة. 24 آذر ماه 1347 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی عدل الهی.
الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بحث امشب ما راجع به معاد است، از اون جهت که به عدل الهی مربوط است. می دانیم که معمولا معاد را به عنوان یکی از مظاهر عدل الهی ذکر می کنند و همینطور هم هست، یعنی می گویند عدل الهی ایجاب می کند که دنیای دیگری که اون دنیا دنیای پاداش و کیفر باشد وجود داشته باشد. نبودن یک دنیای دیگر را منافی با عدل الهی ذکر می کنند. در اون جهان نیکان به پاداش نیکی خودشون می رسند و بدان به کیفر بدی و بدکاری خودشون میرسند. ولئن امهل الله الظالم فلن یفوت اخذه و هو له بالمرصاد علی مساغ ریقه و طی طریقه. امیر المؤمنین می فرماید خداوند اگر ستمگر را مهلت بدهد، مهلت می دهد، ولی هرگز ستمگر را رها نخواهد کرد. یعنی ستمگر بالاخره به کیفر خود خواهد رسید. و هو له بالمرصاد، خدا در کمین ستمگر هست، علی مجاز طریقه، در گذرگاه او خداوند ایستاده است. و به موضع شجا من مساق ریقه، مثل یک استخوانی که در گلو گیر بکند بیخ گلوی او را خواهد گرفت. باز از این جهت هم که چگونه معاد مظهر عدل الهی است نمیخوام بحث بکنم، برای اینکه بحث ما طولانی میشود. فقط از یک جهت بالخصوص امشب میخوام بحث بکنم که جواب یک اشکالی را در باب عدل الهی که مربوط به معاد است داده باشم. اون اشکال همان است که در شب گذشته اشاره کردم و اون این است، میگویند مجازاتهایی که در اون دنیا برای معاصی برقرار شده است، اون مجازاتها تناسبی با
با مقدار گناهی که شخص میکند، با اندازه گناه و جرمی که شخص مرتکب میشود ندارد، بیشتر است. میگویند همواره باید میان جرم و مجازات تناسب برقرار باشد. فرض کنید شما یک نفر جرمش اگر تنها این باشد که یک نفر آدم محترمی که بی خیال و بی غرض از خیابان می گذشته است، اون شخص از پشت بام یک ظرف زباله ای را به سر این آدم خالی کند عمدن، البته این جرم است، مجازات هم دارد و حقا اگر یه همچه کسی را ببرن یک هفته هم توقیف بکنن به زندان ببرند، بی تناسب نیست با این جرمی که مرتکب شده است. اما اگر کسی یک همچه جرمی مرتکب شد، مجازاتی که برای او مقرر بشود این باشد که فوراً محاکمه صحرایی بشود، پشت سر هم تیرباران. همه میگویند که این مجازات با این جرم تناسب ندارد. غیبت کردن یک جرمی است. بسیار خوب، انسان نباید غیبت بکند. ربا خوردن جرمی است. انسان نباید ربا بخورد. دروغ گفتن جرمی است. انسان نباید دروغ بگوید. قتل نفس جرمی است. انسان نباید قتل نفس بکند. ولی آیا این جرمها با اون مجازاتهای بسیار بسیار شدید اون جهان که در جهنم هست که یک ساعتش هم با مقیاسی که در این دنیا ما داریم قابل تحمل نیست، آیا تناسبی در میان این جرمها با اونهاست؟ حتی درباره قتل نفس دارد که فجزاؤه جهنم خالدن فیها، کسی که خونی را به ناحق بریزد، کسی را به ناحق بکشد، مخلد در جهنم خواهد بود. درباره غیبت گفته شده است که خورش سگهای جهنم است. پس وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم میزان مجازاتهایی که در اون دنیا مقرر شده است با جرمهایی که در این دنیا بندگان مرتکب میشن به نظر نامتناسب میاد. یعنی مجازات ها شدیدتر است از میزان جرم ها. اشکال این است. این اشکال رو امشب میخوام جواب بدم. به سایر قسمت ها و مسائل فعلا کاری ندارم. برای این که این اشکال رو جواب بدیم به یه قسمتهایی از باب مقدمه باید آشنا بشیم. به ما گفتند که جهان دیگری غیر از این جهان هست که اسم او را گذاشتن آخرت، اینجا را گفتن اولا، اونجا را میگن آخرت، اینجا را میگوین دنیا، اونجا را میگوین عقبا. آیا میان این جهان و اون جهان، یعنی قوانین این جهان و قوانین اون جهان، زندگی این جهان و زندگی اون جهان تفاوتی هست یا تفاوتی نیست؟ به این معنا
آیا همون اصول و قوانین و نوامیسی که بر این جهان که اسمش جهان دنیا یا جهان اولا یا جهان طبیعت است به اصطلاح دیگر، همون اصول و قوانینی که بر اینجا حکومت می کند 100% بر اونجا حکومت می کند یا لااقل در بعضی از قسمتها تفاوتهایی هست؟ مسلمن تفاوتهایی هست، به این معنا که اینجا یک نشأه است و یک جور زندگی است، اونجا نشأه دیگر است و طور دیگر است و یک جورهای دیگری است از زندگی، یک تفاوتهایی میان این زندگی و اون زندگی هست، یعنی حتی میان این عالم و اون عالم هست. مثالی وجود ندارد که من بخوام با مثال تشبیه کنم، چون هر مثالی که ذکر کنم از همین دنیاست. ولی اگر چیزی تا اندازه شباهت داشته باشد، تفاوتی است که میان زندگی طفل در رحم است با زندگی طفل در بیرون رحم، یعنی در این دنیا. کودک تا وقتی که در رحم است زنده است، یک موجود زنده است، یک موجود زی حیات است، زندگی می کند، تغذی دارد، در اونجا رشدم دارد، تدریجا رشد می کند و دائما هم دارد تغذی می کند. ولی یک زندگی خاص مخصوص به خود دارد. به محض این که از مادر متولد شد، اون نظم زندگیش به هم می خورد، به جوری که بعد از این که از مادر متولد شد دیگه یک دقیقه نمی تونه اون زندگی سابقش رو ادامه بدهد. مثلا از مادر که متولد شد برای اولین بار نفس می کشد، این دستگاه تنفسش به کار می افتد. تا اونجا بود مثل یک گیاه زندگی می کرد، از بدن مادر تغذی می کرد، و هم نه از راه دهان، مثل درختی که از ریشه زندگی می کند، او هم از همون ریشه و راه مجرای ناف و این چیزها زندگی میکرد. یک مرتبه که میاد به این دنیا نظام زندگیش عوض میشود، دیگه نه در این دنیا بعد از این میتواند یک دقیقه دو دقیقه مثل رحم زندگی بکند. یعنی اگر شما بخواهید دیگه دهنش را ببندید، مجرای بینیش هم ببندید، دستگاه تنفسش را عرض میکنم که از کار بیاندازید، قلبش، اینا را من نمیدونم که چه تفاوتی هست میان دنیای رحم و دنیای بیرون، به هر حال اگر بخواهید شما دو دقیقه در این دنیا مثل دنیای رحم زندگی بکند، محال میمیره. حتما باید بجوری بی اینجوری که حالا آمده زندگی بکند. همچنان که اگر بخواید این رو برش گردانید توی رحم مادر یا در یک محفظه نظیر رحم مادر قرارش بدید، باز بخواید 2 دقیقه مثل رحم بره اونجا اونجور زندگی بکند، نه، یا برود در رحم مادر مثل اینجا زندگی بکند، نفس بکشد، ممکن نیست. اصلا نظام عوض میشه، نظام به هم میخوره. او یه نظام است، این نظام دیگری است. تا در اونجاست در اون نظام و به اون شکل میتونه زندگی بکند، نه به این شکل. همین که آمد اینجا با این نظام به این شکل میتونه زندگی بکند، دیگه نمیتونه به اون نظام و به اون شکل زندگی بکند. از کجا ما میگیم اونهایی که برای ما عالم آخرت رو معرفی کردن همینجورا معرفی کردن؟ چون یه چیزهایی برای اونجا میگن که با اینجا متفاوت است. مثلا به ما میگن آقا
در اینجا که هستید دائما در سیر و حرکت و تغییر هستید. کودک هستید، بزرگ میشید، جوان میشید، بعد عاقل مرد میشید، بعد پیر مرد میشید، کم کم خیلی فرسوده میشید، بعد هم میمیرید. اول نو هستید، تدریجا کهنه میشید، بعد میمیرید. میگن در اونجا نو و کهنگی دیگه وجود ندارد. حساب نو و کهنگی دیگه پروندهش بسته شد. اونجا که آمد نو هرگز دیگه کهنه نمی شود. پیری در اونجا وجود ندارد. مردن دیگه در اونجا وجود ندارد. اگر فکر کنید در اونجا هم مثل اینجا صدف تنی هست و گوهری از این صدف تن در این صدف تن پرورش پیدا میکنه و بعد باز باید برود به نشأه دیگر، مردنی در کار باشد، اونجا دیگه مردنی در کار نیست. خب پس نظم زندگی از این نظام زندگی اونجا با اینجا این تفاوت رو دارد. این یک تفاوتش. تفاوت دیگری که میان نظام زندگی این جهان و اون جهان هست این است: در اینجا مرده و زنده با یک دیگر درامیخته هستند. یعنی چه؟ یعنی ما به خاک نگاه میکنیم میبینیم مرده است، به این جمادات هر چه نگاه میکنیم میبینیم اینا مرده هستند. در این مرده ها خورشید نگاه میکنیم جسم جمادی است، مرده است. ماه جسم جماد است، مرده است. هوا جماد است، مرده. آب هم جماد است، مرده است. حالا بگید در آب یک میکروب ها سلول های هست، در آب شناوری میکند. خود آب تمامش یک جسم مرده است. خاک یک جسم مرده است. ولی در این مرده ها حیات پیدا می شود، زندگی پیدا می شود. یعنی یه جسم مرده تبدیل می شود به یک جسم زنده. الان این پیکر من و شما که اینجا نشستیم، این پیکر من و شما در 30 سال پیش و 40 سال پیش و 50 سال پیش به صورت موجودات مرده ای بوده است، به صورت خاک بوده، به صورت هوا بوده، به صورت حرارت بوده، به صورت یه چیز مرده بوده. ولی الان یه موجود زنده است. این حیاتی که این پیکر ما پیدا کرده حیات عارضی است، بعدم ازش گرفته میشه باز تبدیل میشه به یه موجود مرده. ولی اونجا هرچه هست زنده است. زمین هست اونجا، ولی زمینش هم جندار و مستشعر است. درخت اونجا وجود دارد چون جسمانی است، اما درختش هم مستشعر است، شاعر است. سنگ و ریگ و لعل و جواهر وجود دارد، ولی همه زی حیاتن هیان. آتشش هم اونجا دراک و فعال است. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، عالم آخرت زنده است، با آتشش حرف میزنن، آتش حرف میزند. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. همین اعضا و جواره ما و شما که در اینجا مرده است، در اونجا ما هم دست داریم، هم چشم داریم، هم گوش داریم، همه اینها رو داریم. به همین وضع و همین هیئت وقتی نگاهش بکنیم یعنی همون آدم دنیاست. یعنی دست دارد، پا دارد، شکم دارد، چشم دارد، سر دارد، گوش دارد، همه اینا. اما با این تفاوت که تمام این اعضا و جوارحت اون ناخنت هم اونجا زنده است. اونجا اگر بخوان بپرسن که چه کردی، لزوم ندارد زبان جناب عالی حرف بزند، خود دست شما هم اونجا حرف میزنه. ای دست، در دنیا چه کردی؟ خودش سخنگوست، حرف خودش میزند. چنین کردم، چنین کردم، چنین کردم. الیوم نختم علی افواههم
و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانو یکسبون. اونجا دیگه اجازه نمیدن شما بیاید با زبان که سخنگوی اراده و اختیار شماست حرف بزند که هم میتونه راست بگوید هم میتونه دروغ بگوید. میگن آقای دست خودت حرف بزن. خودش حرف میزنه، فلان روز چنین کردم چنان کردم، فلان کار خیر کردم فلان کار بدی کردم. به پا میگن تو حرف بزن، هر چی که انجام داده در تمام مدت دنیا همه رو خودش بازگو میکند. به پوست بدن میگن تو حرف بزن، باز خودش هر چی کرده است حرف میزند. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. آدم خودش عصبانی میشه از این عذاب و جواره، به پوستش خطاب میکنه که چرا علیه من شهادت میدی. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. خداست ما را به زبان آورده، به سخن آورده. خدایی که میبینید همه چیز را اینجا به سخن آورده است، ما را به سخن آورده است. حدیث است که اینجا قرآن تعبیر جلود کرده از پوست ها کنایه است از عورت انسان، از عضو تناسلی انسان و گناهانی که اون عضو مرتکب می شود. پس یکی دیگر از خصوصیاتی که نظام این زندگی با اون زندگی متفاوت است، مسئله مردگی و زندگی است. یعنی در اونجا همه چیزش اجسامش تمامش حی است و به همین دلیل هم هست که مردن نیست، چون مردن جدا شدن زندگی است از مردگی، جدا شدن زنده است از مرده، فراق است. وقتی که در اینجا ما میمیریم، چون این بدن ما بدن مرده است، روح جوهر زنده است، بالاخره برای در یک روزی این جوهر حیات از این جوهر ممات باید جدا بشن. خب جدا میشه. این دو دوست که یک عمر با یک دیگر زندگی کردن و به یک دیگر هم انس گرفتن، آخرش از یک دیگر جدا میشن. چه شیری میگوید نظامی؟ میگه که شنیدستم که افلاطون شب و روز به گریه داشتی چشم جهانسوز. یکی پرسید از او که این گریه از چیست؟ بگفتا چشم کس بیهوده نگریست. از اون گریم که جسم و جان دمساز به هم خو کردند از دیرگه باز، جدا خواهند شد زین آشنایی، همی گریم از اون روز جدایی. در حدیث هست که انسان وقتی که میمیرد، وقتی که روح خودش رو جدا از بدن میبیند، وقتی میبینه این بدن رو میخوان ببرن زیر خاک دفنش بکنن، مضطرب میشود، ناراحت میشود، روی همون انسی که در عالم دنیا داشته است. پس خصوصیت دیگر که این نظام با اون نظام تفاوت دارد این است. جهت سومی که تفاوت است میان اینجا و اونجا این است. اونجا کشت وجود ندارد، مقدمه وجود ندارد. اونجا دنیای نتیجه گیری و بهره برداری است و بس. به عبارت دیگر اونجا دنیای عمل نیست. در اونجا برخلاف اینجا که دنیا دنیای عمل است، دنیای کار است، دنیای کشت است، دنیای پاشیدن تخم است برای بهره برداری، باب عمل و در عمل به کلی دیگه بسته است. اونجا کاری نمی شود اونجا کرد که از اون کار بشه نتیجه گرفت. درست مثل حالت بچه هایی رو دارن که امتحاناشون رو دادن، آمدن برای این که نمره های خودشون رو بگیرن. دیگه وقتی که آدم میرن نمره هاشو بگیرن، اونجا اگر بگه آقا یه سوال خواهش میکنم اینجا از من بکنید، اینجا جواب میدم، میگم برو دنبال کارت، دیگه گذشت تموم شد، الان وقتیست که جواب نمره ها رو دارن میدن.
امیر المؤمنین می فرماید الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. ایها الناس امروز که این دنیاست، امروز دو روز عمل است، این جهان جهان عمل است ولی جهان حساب نیست. حساب رو گذاشتم برای اون دنیا. و غدن حسابون ولا عمل، اما فردا روز حساب است، روز جواب گرفتن است، روز نتیجه گیری است، دیگه اونجا جای عمل نیست. اگه اونجا هرچی هم دلت بخواد التماس هم بکنی آقا عمل، آقا عمل، آقا عمل، حاضرم، میگن گذشت دیگه، دورش منقضی شد، دوره عمل اونجا منقضی شد. این که شما میبینید پیامبران این همه فریاد میکشند به ما ایها الناس عمل کنید، عمل، 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 برای این است که مدت عمل محدود است. مثل اون است که شما به بچه‌تون میگید آقا جون امتحانات نزدیک است، کار کن، زحمت بکش، فعالیت کن، بیخوابی بکش، خودت حاضر کن، دیگه روز امتحان که رسید دیگه بعد از اون فعالیت نتیجه ندارد. الان فعملو والالسن مطلقه والابدان صحیحه والمنقلب فصیح. علی می فرماید حالا عمل کنید، حالا که این زبان ها باز است و میتونید از راه زبان عمل بکنید بکنید، حالا که این بدن تو صحیح است و میتونی با این بدن کار بکنی کار کن و عمل کن، حالا که میدان عمل برای تو باز است عمل کن. از اون ساعتی که این زبانت بسته شد، این بدنت متلاشی شد، این بدن که مرکب عمل توست از تو گرفته شد، دیگه گذشت. هرچی هم که دلت بخواد بگی رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدایا یک بار دیگه من برگردون، برگردون تا عمل صالح انجام بدم، میگن کلا تموم شد دیگه گذشت. میگوین اگر یک میوه تو در عمر دیدی که بعد از اون که از درخت افتاد و کالم افتاد التماس بکند یه بار دیگه من سر این درخت بگذارید جواب مثبت بگیرد، تو هم جواب مثبت میگیری، دیگه تموم شد. خوب، این هم پس یک وجه امتیاز که اونجا به اون شکل است و اینجا به این شکل. اینجا دار عمل است و اونجا دار حساب است. البته این جهت هست، منم اینجا عرض کردم، گفتم اونجا دار حساب است و بس، دار عمل نیست، ولی نگفتم در اینجا به هیچ شکلی حساب نیست، چون دو مطلب است. در این که حسابی هیچ کسی در این دنیا به طور کامل قرار نیست که در این دنیا به حساب هر کسی رسیدگی بکنن، شکی نیست. یعنی چی؟ یعنی قرار نیست که هر کسی هر کار خوبی که می کند حتما در همین دنیا پاداش بگیرد، اینجور نیست. هر کسی هر کار بدی که می کند در همین دنیا کیفر ببیند، اینجور نیست. ولی پاره ای از کارهای خوب و کارهای بد هست که خداوند در همین دنیا پاداش و کیفر را قبل از اون دنیا می دهد. کارهایی که مربوط به خلق خداست، که خدمت به خلق خدا، آثارش در همین دنیا به انسان بر می گرده بدون اون که از پاداشهای اخروی کاسته بشود. بد کردن به خلق خدا، کیفرش در همین دنیا کم و بیش دامن انسان رو میگیرد بدون اون که از عقاب اخروی چیزی کاسته بشود. این یه مسئله دیگری است که اسمش مکافات در دنیاست. مسئله مکافات در دنیا را ما انکار نمی کنیم. از نظر اخبار، احادیث، دین مقدس اسلام این مطلب مورد قبول است و تا حدود زیاد زیادی تجربه ها هم در دنیا شهادت می دهد که احسان به خلق خدا در همین دنیا به انسان پاداش داده می شود.
بدی کردن به خلق خدا در همین دنیا مکافات دارد. گفت به چشم خیش دیدم در گذرگاه که زد بر جان موری مرغک راه، هنوز از صید منقارش نپرداخت که مرغ دیگر آمد جا کار او ساخت. چو بد کردی مشو ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات. ولی قدر مسلم این است که اینجور نیست که همه کارهای خوب این دنیا هر چه پاداش میخواد در همین دنیا داده بشود و هر چه کار بدی هم هست همه کیفرها در همین دنیا. و همچنان که اینجور نیست که هر کسی در این دنیا اگر سختی و شدت و مصیبت دید بگیم آقا حتما کار بد کرده است. اینجور نیست. زلزله اتفاق میافتد، عده زیادی از مردم تلف میشن میمیرن، یه عده افراد میان میگن آقا اینا چه کار بدی کرده بودن که خداوند اینها را با زلزله از میان برد. یعنی اینجور فکر میکنن که حتما زلزله انتقام الهی و عقوبت الهی در همین دنیاست. نه، اینجور نیست. اینجور نیست. ما نباید اینجور فکر بکنیم که زلزله عقوبت خداوند است. حتما باید بگیم اونها گناهکار بودن و به کیفر گناهانشون رسیدن. نه، الیوم عمل و لا حساب و قدن حساب و لا عمل. ما روی این چیزا نمیتونیم قضاوت بکنیم. نمیتونیم بگیم کسانی که در این دنیا به اینجور بلایا گرفتار میشن گناهکار بودن و نمیتونیم حکم بکنیم کسانی که به این بلایا گرفتار نمیشن گناهکار نیستن. یعنی این نظامات و سننی که در این عالم جاری میشود بر اساس مکافات و پاداش و کیفر و اینجور چیزها نیست. ما نباید حتما حکم بکنیم. خب اینم یه مطلب. پس جهت سومی که باز تفاوت بود و تفاوت هست میان این دنیا و اون دنیا این موضوع است که این دنیا دار کشت است و دار عمل است و اون دنیا دار بهره برداری است و در اونجا عمل وجود ندارد. چه جمله عالی و خوبی دارد رسول اکرم، می‌فرماید از دنیا مزرعه الاخره. دنیا کشتگاه عالم آخرت است. تشبیه می‌فرماید دنیا را به یک فصل از فصول سال، آخرت را به فصل دیگری از فصول سال. شما می‌بینید زراعت کردن خودش فصلی دارد. یک قسمتی را فرض کن در پاییز، یک قسمتی را در بهار می‌کارند. تابستان فصل محصول برداشتن است، نه فصل کاشتن. آخرت فصل محصول برداشتن است، نه فصل کاشتن. بسیار. یک فرق چهارمی در اینجا وجود دارد میان نظام این جهانی و نظام اون جهانی و اون این است. در این جهان سرنوشت‌ها مشترک است، اما در اونجا سرنوشت مشترک وجود ندارد. یعنی چه؟ این نکته خیلی خوبی است، توجه بفرمایید. در اینجا زندگی افراد بشر زندگی اجتماعی است. چون زندگی اجتماعی است، در مسئول در این دنیا مسئول آثار کارهای یکدیگر هستند. یعنی چه؟ یعنی در این دنیا من و شما و صد نفر و هزار نفر که با هم زندگی میکنیم، خواه ناخواه اگر من کار خوبی بکنم شما از ثمره کار من بهره‌مند میشید. همین جوری که ما همه کسانی که کار خوب کردن ما از ثمرات کارهای اونها بهرمند شدیم. اساسا ما اینجا که هستیم بیشتر هستی خودمون را مدیون نیکوکاران عالم هستیم که قبلا آمدن کار نیک کردن و ما از ثمرات کار اونها بهرمند هستیم. همچنان که اگر یکی از ما بدی بکند خواه ناخواه اثر بد کار او به دیگران میرسد. از زندگی مشترک است. یعنی حکم اعضا و جواره یک پیکر رو داریم. اعضا و جواره یک پیکر چطور است؟ این دست و چشم و گوش و پا
ها و معده و روده و تمام اینها با هم زندگی میکنن، سرنوشتشون مشترک است. اگر کبد آفتی پیدا بکند و بد کار بکند، اینجور نیست که سایر اعضا و جوارح بتونن خوب کار بکنن و سالم باشن. کبد که بد کار کرد تمام بدن مختل میشود، در تمام بدن اثر میگذارد. اگر خوب کار بکند در تمام بدن اثر میگذارد. قلب اگر خوب کار بکند در تمام بدن اثر میگذارد، اگرم بد کار بکند در تمام بدن اثر میگذارد. امتیاز نیست. این که میگن در این تر و خشک با یک دیگر میسوزن راست است. بله میسوزن. واقعا ممکن است در این دنیا تر و خشک با هم دیگر بسوزن. همیشه هم تر و خشک با هم دیگر میسوزن. اما تنها سوختن نیست تا غیر سوختنش هست. تر و خشک از یک دیگر استفاده میکنن، استفاده مشترک، و از یک دیگر ضرر هم میبرن، ضرر مشترک. اما اون جهان اینجور نیست. در اون جهان محال است که من از ثمره عمل شما بهرمند بشم بدون اینکه خودم در اون عمل شریک باشم، و همچنین محال است که من به کیفر عمل شما برسم بدون اینکه خودم در عمل شما شریک باشم. و امتاز الیوم ایها المجرمون، اونجا میگن گناهکاران از غیر گناهکاران جدا بشید. پدر از پسر جدا میشود، پسر از پدر جدا میشود، برادر از برادر جدا میشود، همسر از همسر جدا میشود. ولا تذر وادرتون وزر اخرى، دیگه در اونجا هیچ بار به دوش گیرنده ای، یعنی گناهکاری، بار گناه دیگری را به دوش نمیگیرد. هر کسی فقط و فقط بار گناه خودش را به دوش میگیرد. اما در این دنیا من بار گناه شما را به دوش میگیرم، شما بار گناه من را به دوش میگیرید. من از ثمره عمل خیر شما بهره مند میشم، روی مرکب به اصطلاح اون عمل صالحی که یک نفر دیگر اون را به وجود آورده است دیگران سوار میشوند، و برعکس باز کار اونها رو اون استفاده میکند، و به همین شکل و به همین طور. سر اینجا سرنوشت ها مشترک است. این دنیا دنیای جمعی است و اون دنیا از این نظر دنیای فرقی است، دنیای جداست. حالا که این مثلا معلوم شد، پس معلوم شد که این جهان با اون جهان در عین این که در بسیاری از چیزها مانند یک دیگر هستند، در بسیاری از چیزها با هم دیگر تفاوت دارن. نظام این جهان غیر از نظام اون جهان است. او یه نظام است، این نظام دیگر. آیا رابطه میان زندگی این جهان و زندگی اون جهان وجود دارد؟ این دیگه ظاهرا احتیاج نداره که من توضیح بدم بعد از عرایض گذشته. بله، در عین اینکه اینها دو نظام است، ارتباط هست، ارتباط بسیار بسیار شدید. و بهترین تعبیرش همون که پیغمبر اکرم فرمود، از دنیا مزرعه الاخره. ارتباطش این است که در اینجا باید کاشت و در اونجا باید برداشت. ارتباطش این است که بهشت و جهنم و اونجا را در اینجا باید به وجود آورد. الجنت و النار قیان. فرمود بهشت و جهنم فعلا دو صحرای خالی هستند. نه در جهنم آتشی وجود دارد و نه در بهشت نعیمی وجود دارد. پس چطور درست میشه؟ فرمود در این دنیا هر چه مردم عمل بکنن درست میشه. یعنی آتش اون جهان را از این جهان میفرستند، یعنی میفرستیم. نعمت اون جهان را از این جهان میفرستند، یعنی میفرستیم. پیغمبر اکرم در معراج وقتی بهشت را بهش ارائه دادن، دید عده‌ای مشغول ساختن یک ساختمان هستن، آجر مثلا میدن دارن میسازن، ولی کارگرها یه ساعت کار میکنن پنج ساعت بیکارن. از راهنمای خودش، از کسی که همراهش اونجا بود، پرسید که اینا چرا گاهی کار میکنن و گاهی بیکارن؟ ببینید آقا با چه بیانات حقایق را به ما گفتن. او بهش جواب داد که مصالح این ساختمان از دنیا باید بیاد. تا مصالح میرسد میسازن، مصالح که نمیرسد معطلن.
به اصحابش فرمود هر بار که شما بگید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، درختی در بهشت برای شما کاشته می شود. یکی از اصحاب عرض کرد یا رسول الله، پس ما چه درخت های زیادی در اون دنیا داریم؟ فرمود بله، اما به شرط این که آتشی باز از همین دنیا نفرستید و اون درخت ها رو آتش نزنید. الحسدو یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد، حسادت، حسد ورزی حسنات انسان رو میخورد اونچنان که آتش هیزم رو میخورد و میبلعد. آتش اونجا از اینجا میرود، زرقوم اونجا از اینجا میرود، هر چه که در اونجا عذاب است، مار و گژدم اونجا از اینجا فرستاده می شود، حورالعین اونجا از اینجا فرستاده می شود، غلمان اونجا از اینجا فرستاده می شود، هر چه که در اونجا وجود دارد از اینجا فرستاده می شود و بس. چیزی را قبلا در اونجا آماده نکردن که بعد ما و شما که رفتیم بگم بفرمایید خونه را آماده کردیم، تا بریم اونجا میگم بفرمایید خونه ای که آماده خودتون قبلا فرمودید حاضر است. قرآن کریم راجع به مسئله تجسم اعمال، این که یه شبم عرض کردم راستی قرآن معجزه است، این دیگه اصلا کوچکترین مجازی درش نیست. بیانات قرآن عجیب است، به جوری است که هر کسی به اندازه خودش میتونه بفهمد، عجیب هم هست. قرآن اینجور میفرماید در باب اعمال، اجازه بدید اول یه مقدمه عرض بکنم بعد این مطلب قرآن عرض بکنم. در باب مجازات که بحث ما راجع به تناسب و جرم و مجازات هست، سه نوع مجازات ما داریم. یک مجازات، مجازات های قراردادی اجتماعی است که در این دنیا هست. ببینید یعنی بشر زندگی اجتماعی داره در این دنیا و برای زندگی اجتماعی قانون لازم است و برای تخلف از قانون مجازات لازم است. تا این حدود احدی این کار نمی کند و بدون شک باید میان جرم که همون تخلف از قانون است و میان مجازات باید تناسبی هم برقرار باشد. اگر بپرسید آقا فایده مجازات چیست؟ چرا در قوانین عالم مجازات هست، قوانین جزایی وجود دارد؟ آیا بهتر نبود که اساسا قوانین جزایی وجود نمی داشت؟ جواب این است نه، هیچ چیزی نمی تواند جای مجازات رو بگیرد. البته باید کاری کرد که جرم واقع نشود، از طریق ایمان، از طریق تربیت، از طریق اصلاح جامعه، از طریق از میان بردن علل وقوع جرم. ولی هنوز بشر موفق نشده و شاید هیچ وقت هم موفق نشود. اگر چه موفقیتی باشه شاید در دوره دولت حقه است که ما شیعیان انتظار داریم، و الا هنوز در دنیا همچه وضعی به وجود نیامده است و امیدی هم نیست که این زندگی مادی بتونه یک وضعی را به وجود بیاورد که جرم واقع نشود. این تمدن امروز جرم ها را که کم نکرده هیچ چیز زیادتر کرده است. دزدی را که از میان نبرده است هیچ چی بدتر و شنیعتر و بزرگتر کرده است. دزدی هایی که به شکل آفتاب دزدی همیشه صورت می گرفت، به شکل خالی کردن جیب یک نفر صورت می گرفت، به شکل جیب برید صورت می گرفت، به صورت سر گردن گرفتن و بار مسافر رو زدن صورت می گرفت. حالا به این صورت است که یک کشتی را یه جا می دزده بابا، یک کشتی را یک جا می دزده می روند. تا ممکن است علل وقوع جرم را باید از میان برد، اما چنین امیدی نیست
که ما بتوانیم از راه تربیت به کلی از میون ببریم، بنابراین مجازات باید وجود داشته باشد. حالا من راجع به مجازات اعدام که امروز مطرح است بحثی نمی کنم، از مطلب خودم ترد میشم و پرت میشم. پس مجازات برای چیست؟ برای این است که یک مانعی است، یک سدی است در جلو وقوع جرم. افرادی که تربیت ندارن، ایمان ندارن، تربیت ایمان جلویشون نمیگیرد، باید این سد مجازات در جلویشون باشد، بیم از مجازات باید باشد تا مرتکب جرم نشوند. یک فایده دیگر هم البته دارد که در قدیم الایام تا وقتی بشر وحشی تر بوده است بیشتر روی این جهت فکر میکرده، هنوزم البته وجود دارد. چی؟ با اون تشفی است. یعنی چه؟ یعنی عقده دل اون کسی که جرم علیه او بوده خالی میشود. آدمی که دیگری به او ستم میکند از این راه عقده در روحش پیدا میشود. اگر مجازاتی در کار نباشد این عقده ناراحتش میکند، یه روزی همین وادار میکند که یه جرم دیگری خود این مرتکب بشود برای که عقده دلش خالی بکند. ولی وقتی که دید که اون کسی که به او ستم میکند قانون از او انتقام میگیرد، او را مجازاتش میکند، عقده دلش خالی میشود. پس فلسفه مجازات دو چیز است: یکی جلو گرفتن از جرمهای بعدی و دیگری تشفی، یعنی شفای دل، دل خالی شدن. این جور مجازات در عالم آخرت وجود نداره اساسا و نمیتونه وجود داشته باشه، برای اینکه در آخرت بخوان مردم رو مجازات کنن که دیگر بعد از این در اون دنیا جرم نکنن. اون دنیا که گفتیم داره عمل نیست، داره تکلیف نیست، اونجا جرمی وجود نداره. پس به این دلیل در اونجا مجازات نیست. آیا در اون دنیا خدا مجازات میکند برای اینکه تشفی قلبی پیدا شده باشد برای مظلوم؟ بسیاری از گناهان است که مظلومی تو کار دید، شراب خورده، بابا زنا کرده است، طرفینم راضی بودن، مشرک به خداست، نماز نخونده است یا روزه نگرفته است، خدا علیاذ بالله میخواد تشفی قلب داشته باشه. پس عللی که سبب مجازاتی از نوع مجازاتهای دنیا هست در عالم آخرت وجود نداره. مجازات عالم آخرت مجازات دنیا ببخشید مجازات قراردادی است. قانون میاد وضع میکند، میگه آقا مجازات دوست چی خوبه باشد؟ آیا خوبه دستشو ببریم یا خوبه مثلا ببریم زندان؟ مجازات زنا چی خوبه باشد؟ از تو خوبه از مجازات داشته باشد یا نه از هر کسیم زنا کرد مجازات نداشته باشد، یه روز بروزم زیادتر بشود. مجازات قتل نفس خوبه چی باشه؟ میشنن قرارداد میکنن، با قرارداد مجازات قرار میدن. اصلا در اون دنیا قرارداد وجود نداره، قرارداد مال زندگی اجتماعی، اونجا زندگی اجتماعی وجود نداره. این یه نوع مجازات که در اونجا نیست. یک نوع مجازات دیگر است که اون نوع مجازات مکافات همین طبیعت است که عرض کردم. به اصطلاح اهل علم علوم الهی اثر وضعی عمل است. اثر وضعی عمل یعنی چه؟ یعنی یک جرمی را به شما میگن آقا این جرم را مرتکب نشو. چرا میگن مرتکب نشو؟ برای اینکه این بد است. بد است یعنی چه؟ یعنی یک ضرری دارد. ضرر دارد به چی؟ یا به بدنت ضرر داره، یا به روحت ضرر داره، یا به بدن و روح دیگران ضرر دارد، به نظام اجتماع ضرر دارد. بسیاری از کارهاست که اثر وضعی دارد برای خود انسان. مثلا میگن آقا شراب نخور. به چه دلیل؟ به چند دلیل. علت اجتماعی دارد، علت روحی دارد، علت عقلی دارد، علت بدنی هم دارد که اون کوچکترین علتش علت بدنیش است. فرض کن کبدت خراب میکند، اعصابت مختل میکند. حالا اگر کسی شراب خورد و بعد دچار همون عوارض و اختلالات بدنی و روحی شد، میگیم چی؟ میگیم این جزاشه دیگه، مجازاتشه.
این مجازات، مجازات تکوینی است، یعنی اثر خود عمل است، اثر ذاتی خود عمل است در همین دنیا. میگن آقا اگر فلان عمل زشت را بکنید دچار سفلیس میشی. خب میکند، دچار سفلیس هم میشود. این دیگه اثر این کار است. در اینجا حساب تناسب جرم و مجازات آیا هست یا نه؟ نه دیگه، اینجا حساب تناسب جرم و مجازات نیست، حساب این است. وقتی که میگن اثر وضعی او این است، مثل این است که به یک کسی بگن آقا این غذایی که تو میخوایی بخوری مسموم است، اگر بخوری مثلا معده تو چنین میکند، کبد چنین میکند، زندگیت مختل میکند. میگه خیر من میخوام بخورم، من خودم از این غذا میخوام بخورم. میخورد، بعدمو اثرش میبخشد. اینجا دیگه کسی حق نداره بگه آقا این بیچاره کاری نکرد، این بیچاره 10 دقیقه از این غذا خورد، حالا این غذای مسموم اگر میخواد روی این اثر بذارد به اندازه 10 دقیقه اثر بذاره. میگه آقا یه حرفا نیست، این مایت علت است و اون معلول. این 10 دقیقه خوردن سبب می شود که 1 سال رنج بکشد، 10 سال رنج بکشد، شاید عاقبتم خوب نشود. به یک کسی میگن آقا بالای کوه سر اون قله نرو، از فلان جا پات نگذار، اگر خیرگی بکنی سقوط میکنی، اگر سقوط کردی از 100 متری میفتی، هر تیکت به اندازه گوشت خواهد بود. اونجا دیگه نمیتونه بگه آقا این چه تناسبی هست میان این خیرگی من و میان این جزایی که دارد دنیا به من میدهد. خب من خیرگی کردم، حالا که خیرگی کردم دنیا باید من تیکه تیکه بکند اینجور؟ بله، اصلا اثر اون کار همین است و غیر از این نیست. تناسب میان جرم و میان مجازات در جرم و مجازات های اجتماعی و قرار دادی است، نه اون چه که در نظام تکوینی عالم قرار داده شده است که اثر به اصطلاح مقدمه و نتیجه است. اونجا این تناسب ها نیست، نه در کار خوب شنین است و نه در کار بد شنین است. این نوع دوم. در دنیا از این جور جرم و مجازات های طبیعی زیاد داریم. در اون دنیا چطور؟ در اون دنیا جرم و مجازات، جرم های این دنیا و مجازات های اون دنیا نظیر این جرم ها و این مجازات های طبیعی است که اثر وضعی و ذاتی عمل انسان است. یعنی اگر به شما میگن آقا ربا که میخوری در اون دنیا شکمت پر از آتش خواهد شد، نه اون جور مجازاتی که یعنی اگه فلان جرمی کردی مثلا شهربانی چند تا شلاق بهت میزنه، چیزی نمیکشد. معمولا همین کسانی که بستر خیال خودشون تمام رنجها را از خودشون دور کردن، از همه مردم در این دنیا بیشتر رنج میکشن و رنج میبرن. پس بنابراین مصائب و بلایا از نعمتهای پروردگار است، جز نعمتهاست. البته نعمت به همین معنا که عرض کردم، نعمت است به معنی این که شما از او چجور استفاده بکنید. قهریست در صورت لطف، گاهی لطفی است در صورت قهر، اینجا لطفی است در صورت قهر. به نظر انسان میاد خدا قهر کرده است، ولی اون لطف پروردگار است که به این صورت فرستاده است. بسیار خوب، این عرض ما هم امشب به پایان رسید. فردا شب انشاءالله که صحبت‌های بنده دیگه فردا شب به پایان میرسد، در نظر گرفته هم راجع به مسئله عقوبات آخرت بحث بکنم. انتشارات صدرا تقدیم می کند. سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان عدل الهی شماره 4. نه حساسیت به این معنا، یعنی در مقابل زیبایی ها و خوبی ها کرخ، در مقابل مصیبت ها و سختی ها حساس. خب یه همچه آدمی باید هم خودکشی بکند، و چه بهتر که خودکشی بکند. اون ننگ این دنیاست، یه همچه موجود ننگ این دنیاست.
ببینید به قول جان جاک روسو، شما اگر بچه‌تو رو میخواید تربیت کنید، اگر میخواید بچه‌تو رو جور تربیت کنید که در همین دنیا لذت ببرد از این جهان، اگر میخواید زیبایی‌های جهان رو درک بکند، اگر میخواید معنی حیات رو درک بکند، همین است. من بعضی آدم ها میشناختم و شبه میشناسم و من در یه وقت با یه نفری که برخورد کردم واقعا برای من درس آموزنده بود. یه آدمی بود که من خیال میکردم به این که این از خوشبخت‌ترین مردم دنیاست، برای این که از نظر وسائل حیات، وسائل بابا اگه خوشبختی را این مردم مادی کردیم وسائل حیات بیشتر نمیدونن، از نظر وسائل حیات دیگه وسیله‌ای در این دنیا نیست الا این که برای اون فراهم بود. البته به نسبت میگم دیگه، حالا اون یه خود مبالغه است این تعبیر، یعنی حد اکثری که مثلا در اجتماع ایرانی برای یه آدم مرفه باید وسیله فراهم باشه، از مقام یکی از مقامات عالی مملکت داره، از نظر پول و ثروت هر چه دلش بخواد، از نظر شهرت و حتی تقریبا محبوبیت بازم داره توی مردم کمون بیش، همه چیز براش هست. یه وقت دیدم که صحبت فرزند داشتن حرفا، گفت من مخالفم با فرزند داشتن. گفتم چرا مخالف هستید؟ گفت من خودم که این دنیا آمدم دیگه کافی نیست این همه رنج دارم میکشم که بچم هم رنج بکشم. اون وقت فهمیدم راست میگه، راست میگه. این در دامن این همه نعمت جز رنج، این سوال برای افرادی مطرح است، میگن آقا این همه عقوبات شدید در عالم آخرت برای چی؟ آیا این منافی با عدل پروردگار نیست؟ عقوبت باید تناسب داشته باشه با میزان جرم، مجازات جرم باید تناسبی داشته باشن. این همه عقوبت‌های شدیدی که در آخرت هست با این جرم‌هایی که بشر در دنیا مرتکب می‌شود آیا تناسبی دارد یا تناسبی ندارد؟ بعد راجع به این انشاءالله فردا شب صحبت می‌کنم. خدایا تو را قسم می‌دهیم به حقیقت اولیاء خودت، ما را به حقایق اسلام آشنا بفرما. خدایا به ما سینه درد آشنا به ما بده. خدایا ما را با این که غرق در نعمت بکنی که در نتیجه از تو غافل بشیم، ما را مگیر. خدایا به هر حال چه در حال نعمت و چه در حال گرفتاری، ما را متوجه وظیفه خودمون قرار بده. حاجات مشروعه همه ما را برآورد. خیر دنیا و آخرت به همه کرامت کن، اموات همه ما ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحة. 24 آذر ماه 1347 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی عدل الهی. الحمد لله رب العالمین بارع الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا